عشق دعوا بود و زورگیری و کار شرارت. کافی بود باهاش چش تو چش بشی و همین برای شروع نزاع و درگیری بس بود. از هیچی ترسی نداشت و به خاطر همین شرارتهاش بارها دستگیر و راهی زندان شده بود، اما با گرفتن رضایت و گذاشتن وثیقه آزاد می شد. اواسط دهه 80 در مشهد با شرارتهاش یه محله رو به هم ریخت و اقدام به ضرب و جرح و زورگیری می کرد. پرونده اون پر شده بود از اوباشیگری و لقبی که بهش دادن هم به خاطر همین بود که همیشه تو خیابون بود و پاچه مردم رو می گرفت. ماجرای دستگیری این تبهکار سابقه دار بعد از طرح در کمیسیون‌های امنیتی هنگامی در دستور کار نیروهای سپاه قرار گرفت که وی با تیراندازی و درگیری‌های متعدد به همراه گروهی از اوباش و نوچه‌هاش موجب اخلال در نظم و ایجاد رعب و وحشت و احساس ناامنی در بین شهروندان شده بود، به طوری که بسیاری از قربانیان و تومه‌های او جرأت شکایت از اون را نداشتند. این اراذل اوباش شرور در کارنامه سیاه خودش چند فقره شرارت، مفاسد اخلاقی و ارتباطهای نامشروع و اخلال در نظم و امنیت عمومی، تهدید مسلحانه، زورگیری و ایجاد رعب و وحشت رو هم داشته. نامش علی نظری، معروف به علی سگ خیابونی، شرور مشهد بود. سلام دوستان، به کانال آدم بدها خیلی خوش اومدید. مرسی که کانال ما رو انتخاب کردید و اگر میخواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. وقتی لقب سگ خیابونی رو بهش دادن و اسمش سر زبونها افتاد، همه فهمیدن کارش فقط شرارت و ناامنی در منطقه است و سر راهش قرار نمی گرفتن. ترسی از قانون نداشت و برای خودش نوچه هم داشت. هیکل گنده و استایل خشن اون هر کسی که از نزدیک اونو میدید چاره جز تسلیم شدن نداشت و همین باعث شد توی همون سن 25 سالگی شرارتهاشو آغاز کنه و بشه اراذل اوباش منطقی شهرک شهید رجایی در مشهد. این شرور 31 ساله که به سگ معروف بود سال 1392 با تلاش ماموران سپاه با صدور دستورات ویژه‌ای از سوی مقامات قضایی در یک درگیری مسلحانه به دام افتاد. ماجرای دستگیری این تبهکار سابقه دار بعد از طرح در کمیسیون‌های امنیتی هنگامی در دستور کار قرار گرفت که وی با تیراندازی و درگیری‌های متعدد موجب اخلال در نظم و ایجاد رعب و وحشت در بین شهروندان شده بود. در همین حال نیروهای اطلاعات سپاه با جمع‌آوری سوابق متعدد کیفری و جمع‌بندی اونها سرکرده این باند تبهکاری مخوف را که به علی سگ معروف بود زیر نظر گرفتند، تا اینکه وی و دو تن از نوچه‌هاش شهریور سال 1392 در مسیر شهرک شهید باهنر به سمت شهرک شهید رجایی به محاصره در اومدند و طی یک درگیری مسلحانه به دام افتادند. با گسترده تر شدن اتهامات باند شرارت و ناامنی، تحقیقات در این پرونده وارد مرحله جدیدی شد و نیروهای سپاه با صدور دستوراتی از سوی مقامات قضایی پا به تاریکخانه جرایم تبهکاران مخوف گذاشتند و بدین ترتیب زوایای پنهان شرارت‌های اونها فاش شد. بررسی‌های غیر محسوس بیانگر اون بود که شرور معروف به علی سگ با افراد مختلفی در ارتباطه و در امر تهیه و توزیع گسترده مشروبات الکلی نیز فعالیت داره. در بازرسی از کندوهای تاریک مخفیگاه وی نیز انواع سلاح سرد و مهمات و کارگاه مشروب سازی به همراه آلات و ادوات ساخت مشروب کشف شد. او مرداد سال 1392 با حدود 10 تن از نوچه‌هاش به یک کمپ ترک اعتیاد در منطقه باز شیخ مشهد هجوم برده و چند تن را به شدت مضروب کرده بود. وی و نوچه‌هاش که مسلح به وینچستر، شمشیر، قمه و چوب بودند، برای ایجاد وحشت بیشتر به تیراندازی هوایی اقدام کردند که با حضور ماموران متواری شدند. شرارت‌های این باند به حدی بود که شرور معروف بعد از انتقال مصدومان به بیمارستان با یکی از رابطان خودش در مرکز درمانی تماس گرفت و از اون خواسته بود تا ترتیبی بده که مجروحان در بیمارستان معطل بشن تا وی و نوچه‌هاش برای گرفتن زهر چشم و انتقام دوباره به مرکز درمانی نیز حمله کنند. اما اونها با حضور افسر نگهبان بیمارستان و مراجعان در اطراف مجروحان این حادثه موفق به این کار نشدند. بنابر گزارش‌ها این شرور معروف همچنین در یک درگیری به سوی مامورانی که داخل خودروی 206 بودند تیراندازی کرد و با سرعتی وحشتناک به همراه خواهرزنش که داخل خودروی وی بود متواری شد.
او در اعترافات خودش در جلسات بازپرسی گفته بود: من فکر میکردم سرنشینان 206 از طرف های دعوا و از دشمنان من هستند و من با شلیک های متعدد قصد ترسوندن اونها را داشتم. وی همچنین به ماجرای آدم ربایی بعد از گرفتن 10 میلیون تومان نیز اشاره کرد و گفت: ما برای این آدم ربایی 10 میلیون تومان گرفته بودیم و قرار بود فردی به نام خسرو را که به یکی از دوستانم مبلغ 100 میلیون تومان بدهکار بود نزد اون ببریم. اما وقتی خسرو را پیدا نکردیم، پسر اون را با تهدید به مرگ ربودیم. متهم اصلی این پرونده علی سگ درباره چگونگی آدم ربایی توضیح داد و گفت: ما در بنگاه معاملاتی یکی از دوستانمون بودیم که قاسم ماجرای طلبش رو مطرح کرد و ما هم تصمیم به آدم ربایی گرفتیم. اون روز ساعت 7 صبح به منطقه قاسم آباد رفتیم و سر کوچه منتظر خسرو موندیم، ولی اون نیومد. ساعتی بعد پسرش رو که سوار خودروی سفید رنگ بود تعقیب کردیم. پشت چراغ قرمز با دو خودرو اطرافش رو محاصره کردیم و من و یکی از دوستانم داخل خودروی جواد پسر خسرو نشستیم که قمه بزرگ دست من بود و اسلحه هم داشتیم. او مقاومت کرد و من هم مجبور شدم او رو کتک بزنم. دیگر هم دستانم با خودروی پراید از پشت سر ما رو پشتیبانی می‌کردند و وقتی به منزل قاسم رسیدیم دوباره اون رو کتک زدیم تا اینکه پدرش اومد و با قاسم حساب و کتاب کردم. اونها هم دیگه از ما شکایت نکردند. در نهایت تیم‌های اطلاعاتی پلیس امنیت عمومی در سه عملیات گسترده، سه تن از عاملان اصلی اخلال در نظم و امنیت عمومی که با اجیر کردن چند شرور، اقدام به عربده کشی، شرارت، تیراندازی، اخاذی از مردم و زورگیری و سرقت و حتی آدم ربایی کرده بودند را دستگیر کردند. به دستور دادستان عمومی و انقلاب مشهد، حکم دورگردانی این افراد شرور در جولانگاه‌های شرارت‌هاشون صادر شد و این حکم در سه منطقه از شهر مشهد به مرحله اجرا در اومد. احمد فضولک یکی از اتباع خارجی بود که از عاملان اصلی این اقدام‌های شرورانه بوده و در کارنامه سیاه خودش سابقه شرارت، ایجاد نزاع و درگیری مسلحانه، ضرب و شتم، زورگیری، اخلال در نظم و امنیت، حمل و نگهداری سلاح گرم، حمل مواد مخدر، ایجاد رعب و وحشت در محدوده شهرک شهید رجایی، شهید باهنر، مهرآباد، 75 متری و مهدی آباد مشهد رو داشت که با تلاش شبانه روزی پلیس دستگیر شد. فرهاد دیگر متهم شرور نیز در کارنامه سیاه خودش چند فقره شرارت، مفاسد اخلاقی و ارتباطهای نامشروع و اخلال در نظم و امنیت عمومی، تهدید مسلحانه، زورگیری و ایجاد رعب و وحشت رو هم داشت. علی سگ نیز یکی دیگه از این اراذل اوباش مخوفه که در محدوده شهرک شهید رجایی دارای 4 فقره سابقه زندان، شرارت، ایراد ضرب و جرح عمدی، رابطه نامشروع، شرب خمر، اخلال در نظم و امنیت عمومی، ایجاد رعب و وحشت، حمل و نگهداری مواد مخدر، مشروبات الکلی و سلاح غیر مجاز بود و در سالهای 1384 و 85 و همچنین 1387 در زندان بوده که تیر ماه سال 1392 دستگیر شده. کیفرخواست شرور معروف به علی سگه به اتهام محارب در دادسرای مشهد صادر شد و تبهکار مخوف به اتهام محارب از طریق شرکت در آدم ربایی، نگهداری و خرید و فروش سلاح و شرخری در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی مشهد پای میز محاکمه نشست. این شرور معروف بعد از برگزاری چندین جلسه محاکمه که در حضور وکلای مدافع برگزار شد، با توجه به محتویات پرونده و اقاریر صریح وی و همچنین گزارش نیروهای انتظامی و امنیتی به اعدام محکوم شد. رأی صادره بعد از طی مراحل قانونی سپید دم 1395 با حضور مسئولان اجرایی احکام در زندان مرکزی مشهد به اجرا در آمد و این تبهکار به دار مجازات آویخته شد. دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر میخواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید، ما را سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید.